این قضیه که الان میگم مخالف معاند مذهب نقل میکنه. اخرجه الطبرانی از لیث بن سعد، گفت به حج بیت رفتم، از نماز از در مسجد فارغ شدم، رفتم به کوه ابی قبیس که تنفسی بکنم. بالای کوه دیدم کسی نشسته، کنارش نشستم، گفت یا رب یا رب یا رب. بعد از رب گفت یا حی یا حی یا حی. این اسماء را مکرر گفت، آخر هم گفت بار الله انگور میخواهم، تو به من برسون، لباس میخواهم تو مرا بپوشون. فمز تدم کلامه، هنوز کلامش تمام نشده بود، دیدم یک سله انگور کنارشه، دو جامه هم این طرفه. فرمود بیا، نشستم، از انگور برداشت، من هم برداشتم. مهم اینه، گفت هرچه بر می داشتی پر می شد جاش. بعد که قضا انگور رو تناول کرد، اون دو جامه را، یکی را ردا کرد، یکی را ازار کرد، بعد حرکت کرد اون جلو، من هم پشت سرش. من متحیرم که این کیه که یطعمه ربه، و یلبسه ربه، هم خدا اطعامش میکنه هم خدا میپوشاندش. این چه نفسیه که گفت یا رب و یا حی، از مائده جنت فردوس این قضا و از ملأ اعلا این لباس پیدا شد. از کوه فرود آمدی، وارد جمع شدی. مهم اینه، گفت برخوردم به یکی، گفت یبن رسول الله، من اوریانم، مرو بپوشم. اون دو پرده رو که داشت به او داد،
عجیب اینجاست، خبر داشت که بر میخوره به اون اوریان و او تمنی لباس میکنه، اونجا از خدا لباس خواد. اینه عظمت. بعد که جامه رو داد گفتم این کیه؟ گفت این جعفر ابن محمد صادقه. دعای او اینه، نفس او اینه.